سلام جمعه 29 بهمن 89 18 فوریه 2011 میلادی در مورد نه موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول راهپیمایی یک شنبه اول اسفند ساعت 3 بعد از ظهر همطور که مطلع هستید بسیاری گروه ها فیسبوک ها مثل فیسبوک 25 بهمن و جوون هایی که در جنبش شرکت میکنند دعوت کردن به مناسبت هفتم شهدای اخیر جنبش سانه جاله و محمد مختاری و اعلام پشتیبانی از آقایان موسوی و کروبی و اختار به دیکتاتور روز یکشنبه راهپیمایی سراسری در سراسر کشور داشته باشیم من از مجموع نکاتی که دوستان گفتن و نوشتن شش محور رو دستبندی کردم خدمتتون ارائه بکنم محور اول اینکه حرکت ما در تهران پیشنهاد خیلی از بچه هاست که م... مسیر سنتی جنبش سبز یعنی خیابان ولی عصر رو جای تجمع قرار بدیم اما این به این معنی نیست که در اونجا بخوایم تجمع کنیم و درگیر بشیم یا کتک بخوریم بلکه به محض اینکه بدانیم سرکوبگرا در اونجا زمینگیر هستن و ناچارن مجموع محور خیابان ولی اصل رو کنترل بکنن پخش میشیم در سراسر شهر و خیابانهای منتهی به اون به قول یکی از بچه ها نوشته بود که ما همچون طوفان در همه جای شهر هستیم و مثل بحرینی ها که با اون کشور کوچیک اشتباه کردن و در میدون مروارید نشستند و, نشستن و سرکوبگرا اومدن ده تا کشته و صدها زخمی روی دستشون گذاشتن این اشتباه رو نمی کنیم بلکه قدرت ما در تحرکمون و جابجاییمون هستش هنر ما این است که بزرگترین ضربات رو به حکومت میزنیم اما سعی می کنیم که حتی خون از دماغ هیچ کدوم از بچه هامون نیاد و حد اکثر راندمان رو در میدون عملیات داشته باشیم محور دوم این است که شنبه شب و یک شنبه شب دعوت شده هر دو شب ساعت ده شب الله اکبر بر سر بام ها گفته بشه با تمام توان مرگ بر دیکتاتور گفته بشه و شعارهایی که پشت دیکتاتور رو بلرزونه من خواهشم از همه شما این است که در اطرافتون دوست آشنا فامیل همسایه اگر هر کسی به هر دلیلی نمیتواند پا در خیابان بگذاره در تظاهرات هم حتی شرکت بکنه ازش خواهش بکنید که در این آکسیون بی خطر و منسجم کننده همه ملت یعنی گفتن الله اکبر بر سر بام شب به شب و یک شب شب شرکت بکنه برای اینکه صدای یک پارچه ما پشت دیکتاتور و سرکوبگرا رو میلرزونه و این سرگیجه ای رو که پیدا کردن صد چندان خواهد کرد محور سوم این است که در محلات پراکنده بشیم به خصوص در شب در شب حرکت بچه ها راحت تره امکان کنترل حکومت کمتره با حفظ امنیت حتی در شب و اگر گاز اشکاور بزنن روشن کردن آتیش توی سطلای آشخال یا به هر طریق دیگه می تواند ما رو محافظت کنه حالا بعضی بچه ها به شوخی می نویسند که ما روی سطلای آشخال می نویسیم بیت رهبری و بعد آتیش میزنیم اما از این حالا کشه ولی اون چیزی که مهمه این است که در واقع بتونیم خودمون رو حد اکثر محافظت رو داشته باشیم هم به لحاظ امنیتی پوشوندن خودمون و هم به لحاظ فیزیکی به لحاظ گاز و یا گاز و یا چیزای دیگه نکته محور چهارمی که صحبت شده آوردن اتومبیل به خیابونه آوردن اتومبیل به خیابون بعد از ظهر روز یکشنبه به سمت شب در تهران و شهرهای بزرگ که به خصوص همینطوری ترافیک دارن ترافیک رو دو چندان خواهد کرد و خودش بخشی از تظاهرات ضمن اینکه جابجایی سرکوبگرا رو دشوار میکنه و بچههایی که پیاده هستند رو بهتر میتونه محافظت بکنه محور پنجم این است که به خصوص بچه های تهران خیلی ها برای من نوشتند که به شهرستانی ها بگید حتی فقط اگر شده با الله اکبر گفتن مشارکت کنن اما حضور داشته باشن اگر پا در خیابون بذارن در محله خودشون در اطراف خودشون این کلید استیصال جنبش کلید استیصال رژیم در مقابل جنبش و جنبش رو در واقع سراسری میکنه و قدرت رو چند برابر میکنه محور ششمی که مطرح شده این است که مجموع این کارها یعنی راهپیمایی یکشنبه حرکت پراکنده در تمام سطح شهرها ما رو آماده میکنه مردم رو با الله اکبر گفتن بسیج میکنه برای آکسیون های بعدی که در راه و مجموع اینها انتهاش در واقع سرنگونی دیکتاتور و آزادی ملته آکسیون هایی که با بسیج عمومی مردم و سر آماده نگه داشتن مردم در واقع و بحرانی نگه داشتن کشور میبره به سمت فلجسازی دیکتاتوری نکته دوم اینکه منابع درون حکومتی خبر میدن که آقای وحید که از نزدیکان آقای خامنه است به دیدن آقای مهدوی کنی رفته آقای مشتبه خامنه ای هم تلفن زده بوده که پیغام از طرف آقای خامنه ای داره و حرفشون با آقای مهدوی کنی بوده که بیاد و رئیس مجلس خبرگان بشه و آقای مهدوی کنی نپذیرفته با وجود اینکه تهدید کردن او رو به گرفتن دانشگاه امام صادق از او جامعه و صادق از او اما زیر بار نرفته و گفته که حاضر نیست که به مساف آقای آشیمی رفسنجانی بره همینطور منابع درونی خبر میدن که پسر که آقای رفسنجانی یاسر هاشمی رو ده ساعت توقیف کرده بودن دو تا نوه او رو هم توقیف کرده بودن و ازش خواسته بودن در مصاحبه چیزهایی رو بگه که البته آقای هاشمی زیر بار نرفته و اون چند جمله رو گفته به همین دلیل هم ظاهرا از او ناراضی هستند و تظاهرات جلوی منزلش برقرار شده همونطور جلوی منزل آقای خاتمی و آقای حسن خمینی و تلویزیون هم دوباره مرد بر هاشمی و این شعارها رو پخش کرد گفته میشه که دو تا برادرزاده آقای ناطق نوری رو هم دستگیر کرده بودن همینطور پسر آقای حسن روحانی رو و در واقع فشار و متنهایی رو که جلو اونها گذاشتن همراه با فشارهایی بوده که این خبرها نشون دهنده اوج استیصال حکومته که حتی به خودیها و درونیهای خودش هم ناچاره که به زور متوسل بشه خبر دیگه که منابع درونی میدن این است که پریش بحث داغی در بین نیروهای امنیتی بوده برای دستگیری آقای موسوی و کروبی که اطلاعاتی ها معتقد بودن این کار کشور رو منفجر خواهد کرد امکان کنترل نیست سپاهی ها معتقد بودن که این کار رو میشه کرد و خیابان را هم اونها به عهده میگیرن و سرکوب میکنند اما مجموعا تصمیمشون این شده که عقب نشینی کنند و تا یک کار دست به آقای موسوی و کروبی نزنن همین در منزلشون محافظت بکنن برای اینکه از واکنش مردم میترسن حرکت ما در روز یک شنبه در واقع میتواند تعیین کننده باشه به اینکه که مطلبی رو هم روزنامه دیلی تلگراف امروز منتشر کرده که در اون نوشته که جمعی از سپاهی ها نامه به آقای جعفری فرمانده کل سپاه نوشتن و گفتند که به هیچ عنوان حاضر نیستند که اسلحه رو به مردم بکشن و خواهان این شدن که دستورالعملی آقای جعفری صادر کنی که هیچ کدام از نیروهای سپاه یا بسیج حق تیراندازی به معترضین سلجوی رو که ولو به رهبری انتقاد میکنن نداشته باشه نکته سوم اینکه آقای کروبی در پیامی که فرستاده و آقای مشتبه واحدی مشاور ایشون نقل کرده گفته که من اما به حکومت خطاب کرده و گفته اگر غیرت و شجاعت دارید من را علنی محاکمه بکنید ایشون گفته جمهوری اسلامی مدت سرنگون شده نه از جمهوریتش خبری مونده نه از اسلامیتش نکته چهارم اینکه یک گروهی به نام عملیات ایران آپ ایران در واقع مسئولیت پذیرفته که سایت های دولتی مثل سایت وزارت خارجه یه ایران سایت سازمان انرژی اتمی سایت صدا و سیما سایت خبرگزاری فارس سایت رهبری سایت آقای احمدی نژاد سایت مجلس رو برخورد کرده و برای مدت اونها رو با اختلال مواجه کرده و اونها رو پایین آورده این گروه ظاهرا قبلا هم در مصر و تونس همین کارها رو کرده نکته پنجم این که دفتر تحکیم وحدت دانشجویی اعلام عزای عمومی برای سانه جاله و محمد مختاری به مدت یک هفته در دانشگاه کشور کرد دانشگاه هنر این یک هفته رو اعتصاب هم اعلام کردن احتمالا دانشگاه های دیگه هم به دنبال اعتصاب در طول هفته آینده خواهند رفت نکته ششم که خانواده های دستگیر شدگان 25 بهمن جلوی زندان اوین تجمع داشتند و خواهان رسیدگی پیدا کردن بچه هاشون شدن نکته هفتم که امروز حکومت مانو میخواد بذاره ساندیس خورها رو جمع کنه ولی بچه ها خواهش کردن تا اونجا که ممکنه اونها رو شناسایی بکنیم و روال انتشار اونها و شناسایی کسانی که در این مراسم میرن و لباس شخصی ها و سرکوبگرا رو تشدید بکنیم نکته هشتم این که بانک رفاه کارگران هم بیستمین بانک ایرانی است که در وسط امریکا تحریم شده و نکته آخرین که آقای بن علی سکته مغزی کرده و احتمالا روبه موت در عربستان اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران.